به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. توجه کنید به دو خبر فوری که تازه به دست ما قرار گرفت. گوگل به شکل تصادفی برای برخی از کاربران خود پول میفرستد. برخی کاربران گوگل پی متوجه شدند این شرکت مبالغی را تا سقف 1000 دلار به صورت رایگان به حساب‌های آنها ارسال کرده است. این کاربران روز شنبه در شبکه‌های اجتماعی تعجب خود را از دریافت این پول ابراز کردند. میشل رحمان، روزنامه‌نگار حوزه فناوری، در توییتر نوشت: آه، به نظر می‌رسد گوگل پی در حال حاضر به طور تصادفی به کاربران پول می‌دهد. او اسکرین شات مبالغ دریافتی را به توییتر خود پیوست کرد. و در پایان، پیشنهاد فرار به دونالد ترامپ به روسیه. ویکتور بوت، فروشنده سلاح در روسیه، مشهور به تاجر مرگ، که در حال حاضر یکی از اعضای حزب لیبرال دموکرات روسیه، از دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا خواست که پناهندگی سیاسی روسیه را دریافت کند. ویکتور بوت، مردی که سالها در آمریکا به دلیل فروش سلاح زندانی بود و در سال 2022 در چارچوب مبادله زندانیان با روسیه آزاد شد، از دونالد ترامپ دعوت کرده است که از روسیه پناهندگی سیاسی بگیرد. آقای بود که به دلیل تجارت سلاح بعد تاجر مرگ شهرت داشت، اکنون یکی از اعضای حزب لیبرال دموکرات روسیه است. او به شبکه خبری دولتی روسیه 24 گفته است که تلگراف به ترامپ ارسال کرده که در آن به رئیس جمهور پیشین آمریکا هشدار داده که در آمریکا جانش در خطر است. به احتمال زیاد او در آنجا به سادگی نابود خواهد شد و بنابراین به نفع کل بشریت و بالاتر از همه مردم آمریکاست که دونالد ترامپ را به اینجا دعوت کنیم، به روسیه، تا اینجا امنیت و حفاظت از او فراهم شود، تا او این قیام را علیه گلوبالست ها رهبری کند و مهمتر از همه اجازه نابودی مردم آمریکا را ندهد. این در حالی است که اخیراً اولین دادگاه کیفری یک رئیس جمهور در تاریخ آمریکا برگزار شد و دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا، با حاضر شدن در آمریکا خود را بیگناه خواند. این در حالی است که باور نمی کرد به اتهام پرداخت حق السکوت به یک بازیگر فیلم های مستعجن پیش از انتخابات سال 2016 درباره روابطش محاکمه شود. او در دادگاه منتهن حضور یافت و پس از حدود یک ساعت با 34 فقره اتهام از این دادگاه کیفری خارج شد. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر. بدرود.